صبح یک روز یک شخص با داشتن سرفه، تب خفیف و کمی احساس خستگی از خواب بیدار میشه. او فکر میکنه که شاید کرونا داشته باشه، ولی وضعیتش اونقدر بد نیست. او به خود میگه که صرف علائم عادی است و نیاز به معاینه کردن نیست. او تصمیم میگیره که به دفتر بره و یک تعداد از افرادی که به او نزدیک هستن را مصاب میکنه. شخص مصاب شده افراد دیگر را نیز مصاب می سازد و آن مردم افراد زیاد دیگری را مصاب می سازند و ای از شیوهی که مریضی بیشتر پخش می شود و احتمال دارد که باعث مشکلات دراز مدت و مرگ و میر مردم شود. اگر او در خانه میمان، شاید افراد زیادی از مصاب شدن به این ویروس نجات می یافتند. آن شخص نباشید. اگر مریض هستید و علائم خفیف دارید، در خانه بمانید و خود قرنطین کنید تا از شیوع ویروس جلوگیری گردد. برای 14 روز جدا از زیستن در یک اتاق مشترک با دیگر اعضای فامیلتان خودداری کنید. اگر اتاق مستقل نباشد، حداقل فاصله 1.5 متر را با دیگر اعضای خانوادهتان داشته باشید. در خانه همیشه ماسک بپوشید و دستهای خود را مکررن با صابون بشویید تا از مصاب شدن دیگر اعضای فامیلتان جلوگیری شود. در صورتی که دیگر علائم نزدتان موجود نبود، شما به صورت مسئول می توانید اعضای فامیلتان را ببینید. در خانه بمانید تا دیگران مصاب به کرونا نشوند و مشقت مریضی کرونا را که شما متحمل شده اید از طریق شما به آنها نرسد.